یکی از مطالبی که ما در بحث حجاب باید خیلی دقت بون بکنیم این که اصلا خود حجاب رو بشینیم پیریزی بکنیم که اگر حجاب رو از جامعه بگیریم چه اتفاقاتی در اون جامعه میفته و اگر حجاب رو در جامعه تزریق کنیم و دخترهای ما به این جایگاه برسن که بدونن که اصلا حجاب برای خودشونه، جایگاه اونهاست، قیمت اونهاست، ارزش اونهاست، کرامت اونهاست. دوستان مطلب اینجا گفتنیه، اینکه امنیت روانی در حجاب فراهم میشه، یعنی ذهنها، دلهای انسانها که در جامعه دارن زندگی میکنن، در اجتماع دارن زندگی میکنن، اونا حفظ میشه. من نبیان طورا به این دقت کردیم یا نه، اگر یک خانومی بیاد تو بوستانی، گلستانی، تو باقی شروع کنه گلهای رو لگد کردن، هم در درون خودش از این کار منزجر میشه، هم در نگاه دیگران یک انسان مثلا حالا به تعبیر ساده بی ادب لحاظ میشه. حالا زنی که میاد تو جامعه و حواسش نیست که نوجوانای ما مثل دسته گلن، جوانای ما مثل دسته گلن، اینا باید بنده خدا بشن، اینا باید در مسیر اطاعت و بندگی خدا حرکت بکنن، اگر اومدیم ذهن و دل اینها رو پریشون کردیم، روح و روان اینها رو به هم ریختیم، اینا راحت نگاه کردن، بعد اسیر نگاهشون شدن و بعد هم به گناه و معصیت افتادن و جامعه ساختیم بی بند و بار، آیا این همون لگد کردن گلهای یک باغ نیست؟ بابا طاهر یه شعری داره که ز دست دیده دل هر دو فریاد، هر آن چه دیده بیند دل کند یاد، به سازم خنجری نیشش ز فولاد، یعنی اون خنجرم باید از نیشش از فولاد باشه. چه کار میخواد بابا طاهر کنه؟ زنم بردیده تا دل گردد آزاد، یعنی دل رو شما گرفتار میکنید. پس اگر بخوام یک جامعه امنیت روانی داشته باشه، جوانه اون جامعه راحت بتونن زندگی کنن و اسیر و گرفتار نشن، بعد دخترای ما تو اون جامعه، زنهای ما، مادران ما تو اون جامعه باید حجاب رو رعایت بکنن. دومین چیزی که حجاب به جامعه انتقال میده اون استحکام خونه هاست، خانواده هاست. امروز وقتی به جوان ها میگم چرا ازدواج نمی کنید، میگه برای چه ازدواج کنیم، راحتیم ما. این یک حرفی رو داره نشون میده، یعنی داره میگه توی جامعه زن ارزش